1 2 3 4 نفر بیشتر نیستن. شب برمیگردیم. امشب پرچم عوض میشه. 4 ساعت دیگه دندون رو جیگر بذار. امشب کلک همشون کنده است. غروب اون روز دلگیرتر از همیشه بود. هیچ کس نمیدونست فردا هم میتونه خورشیدو ببینه یا نه. از چند جهت برجک مرزبانی رو محاصره میکنیم. باید غافلگیر بشن. چاره دیگه نداریم. جور دیگه حریفشون نیستیم. اول نگهبان رو با سیمینوف بزن. بعد با شلیک آرپیجی من به طرف برجک حمله میکنیم. ابوالفضل زودتر برو بالا. غذای مهران سرد شد. چشم استوار. حالا بزن. استوار کمک. تیر خوردم. مهران چراغا رو خاموش کن. علی هوای پنجره رو داشته باش. بچه ها امید مردم به ماست. مقاومت کنید. مرکز مرکز به ما حمله شده. مرکز مرکز نیروی کمکی میخواییم. عمرن بذارم پای این حرومیا به خاک وطنم باز بشه. اشرار لحظه به لحظه نزدیک و نزدیکتر می شدن. مهران هوایی در رو داشته باش. نظر وارد برجک بشن. ابوالفضل برجک محاصره است. اسلحه‌هاتون رو بندازین زمین. اگه مقاومت کنید همتون کشته میشید. استوار وحید حسینزاده بیجون روی زمین افتاده بود. ابوالفضل غلامپور هم انقدر خون ازش رفته بود که شهید شده بود. علی هم استخون کتفش خورد شده بود. اما بالاخره یکی باید جوابش رو میداد. مهران یه تن جلوشون وایساد. زد و خوردها دوباره بالا رفته بود که نور ماشین ها دشت رو روشن کرد. نیروهای کمکی سر رسیدن و اشرار با کلی تلفات پا به فرار گذاشتن. جوری ترسیده بودن که تمام مدت جرأت نمی کردن پشت سرشون رو نگاه کنن. تاریخ مثل همیشه تکرار شد. داستان رشادت بچه های برجک مرزبانی ناچا کنار خاطرات رزمنده های جنگ نوشته شد. شما تو خونه تون نشستید از مرز چه خبر دارید؟ پسرتون دخترتون رو میفرستید مدرسه میاد نگران نیستید. خودتون میرید محل کار میایید نگران نیستید. میرید تو پارک مینشینید نگران نیستید. راهپیمایی میکنید نگران نیستید. نگران ناامنی نیستید. زندگی دارید میکنید با امنیت.
چه خبر دارید که اونی که در مرز ایستاده و جلو دشمن رو گرفته که وارد کشور نشه، او داره چه میکشه؟ این مردم خبر ندارن، او مظلومه. شهدای مرزی ما مظلومه.